برنامه برگی از تاریخ رو، برنامه هفتگی برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله و در حضور جناب آقای امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. آقای امینی در آخرین گفتگومون وعده کردند که ادامه بدهند سخن درباره تاریخ حقوق در ایران رو، مسئله حق در تاریخ ایران چه معنایی داشته. این بحث ادامه پیدا کرد تا عصر رضاشاه، قرار شد امروز دنبال کنیم، ولی متاسفانه این بحث رو هفته آینده باید عرضه بداریم خدمتون، به دلیل اینکه بحث مهمتری در پیش داریم و اون بحث پیرامون توافق ژنو است، ژنو 3. توافق ژنو 3 امروز بحث تمام محافل سیاسی ایرانی در درون مرز و برون مرز و در همه لایه‌های اجتماعی، هر کسی اظهار نظری میکنه. در برنامه برگی از تاریخ خواه‌نخواه باید به تاریخ پرداخت، ولی اجازه بدهید یکی از بانوی یکی از تاریخ نویسان مدرن ایران میگفت همسر من حوادث روز رو میگذارد بیات بشود و سپس به عنوان تاریخ به اونا میپردازد. اما این مسئله در مورد آقای امینی مطرح نیست. آقای امینی همین امروز میگفتند که اون چه در ایران دارد میگذارد از تاریخ جدا نیست، تاریخ ساز است. تاریخ ساز. آقای امینی سلام عرض می‌کنم. درود شما عزیز بدید. بنده هم خدمت همیهنان گرامی درود بگم و به بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. من تازه دیشب از سفر برگشتم و اگر آثار خستگی در چهره من نمایان هست و در گفتگو امروز بازتاب پیدا میکنه، از شما همیهنان گرامی پوزش میخوام. من به تازگی از سفر 2 هفته‌ای از اروپا برگشتم. البته بناست که امروز هم درباره سخنرانی هایی که در اروپا داشتم یا دست کم یکی از اونها گفتگوهایی با هم داشته باشیم و همه برنامه به موضوع این پیمان هسته‌ای یا هر چی که نامش رو بخواید بگذارید، هر چی شما پیشنهاد بدید، همه روز رو فکر نمی‌کنم، همه برنامه چند رو چند تا نامه داریم ما، پس اونا رو حتما باید پیش بپردازیم. خب آقای امینی، در درجه اول بفرمایید که نخستین واکنش شما در برابر خبر اعلام توافق چه بود در ژنو؟ بسیار شادمان شدم. یعنی این رو دنبال می‌کردم. چند روزی بود که هر فرصتی که پیدا می‌کردم در جستجوی نتایج این گفتگوها بودم. تقریبا برام روشن بود که به ژنو هم نزدیک بودیم. بله، ولی خب نه، نقشی در اون نداشتم. برام تقریبا قطعی بود که این توافق باید بشود. یعنی بعد از واکنش پیشین فرانسه و واکنش‌های بسیار آشکار اسرائیل و عربستان و سفر آقای کری و گفتگوهای دیگری که میان اونها صورت گرفته بود، روشن بود که هم ایران راهی جز پذیرفتن شرایط غرب نداره و هم بیشتر مردم در جهان خواهان یک چنین توافقنامه و تفاهمی هستند. شادمان از این نظر که سالهای درازی است که مردم ایران، دست کم 10 سال است که مردم ایران در بیمحراس جنگ زندگی می کنند. بیمناک از این هستند که هر روز بار دیگر فاجعه جنگ با عراق، این بار به صورتی بسیار بسیار گسترده تر تکرار بشه. البته این جنگ با عراق نخواهد، جنگ 8 ساله نخواهد، جنگ ویرانگر در چند هفته خواهد بود که با ماشین وحشتناک تکنولوژیک کاملا میتواند ایران رو، شیرازه کشور ما رو اصلا از هم پاره کنه. و برای نخستین بار خیلی طرفدار همین بودن. این جدا به داوری من میهن فروشی کسانی است که فکر میکنند دشمنی با جمهوری اسلامی از راه دخالت نظامی با غرب میتواند توجیه بشود. هیچ میزان از جنایت در ایران، هیچ میزان از تبهکاری از سوی حکومت در ایران دخالت نظامی کشورها رو که به ویرانی کشور ما خواهد انجامی توجیه نمی کنه. مردم ایران
در این میانه از میان خواهند رفت. من بارها در برنامه‌های رادیویی پیشین با خود شما گفتم، در همین تلویزیون گفتم، در برنامه یک کلمه و برنامه‌های دیگر، اونها یک طالب جنگ بودند، دخالت نظامی رو تشویق می‌کردند. باید بروند در نزدیکی‌های مراکز سپاه پاسداران یا در نزدیک عراق و نطنز، جاهایی که این مراکز غنی‌سازی وجود داره، در اونجاها خانه بگیرند، سپس درخواست دخالت نظامی در ایران بکنند، نه اینکه در پاریس و لندن و واشنگتن و لس آنجلس در امنیت غرب بنشینند و بخواهند که بمب‌های کلان به هر حال این ماشین جنگی چند کشور بر سر مردم ایران باریدن بگیره و تمام ساختارهای همه بناهای ساخته شده تاریخ ایران داغون میشه، از بین ببره. بله، به نظر من گام بسیار درستی برداشته شده. این نتیجه انتخابات بوده. من پیش از انتخابات، منظورتون انتخابات اخیره؟ بله، انتخابات ایران. بله، من پیش از انتخابات، دورانی که آقای رفسنجانی هم از سوی شورای نگهبان کنار نهاده شده بودند، شورای بازبینی انتخابات از به بهانه بهانه‌ای که آورده بودند، فکر می‌کنم گفته بودند سنش 79 کنار گذاشته شده بود و در اونجا فقط از این معتدل‌ترین جناح‌های نیروهای شرکت کننده، نه اینکه واقعا جناح معتدلی باشه، آقای روحانی باقی مانده بود. گفتگویی داشتم در برنامه با آقای عرفانی، اون رو اداره می‌کردن، با آقای کامران، رامین کامران. بله، در پاریس زاویه داشتیم با هم. من در اونجا هم گفتم که به نظر من این انتخابات میتواند نشانه یک گسست تاریخی باشه. باز هم چند هفته پس از انتخابات در برنامه دیگری با همین دوست گرامی این رو تکرار کردم که ما شاهد یک گسست تاریخی در ایران هستیم. بازم زاویه داشتیم خیلی زیاد، کمتر از بار گذشته، ولی ما وارد گسست تاریخی شدیم آقای مهری، به این معنا که 35 سال است که در ایران در این شیپور مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر آمریکا میدمند و این رو به عنوان غذای روز به خورد مردم میدن. آخه دیروز هم در مجلس فریاد مرگ بر امریکا بوده. الان دیگه شیپور نیست، بیشتر شبیه یک نی بدون صداست، یعنی صدای زیادی ازش در نمیاد، نعره بی صداست، گوش شنوایی براش نیست. میلیون ها نفر از مردم رو زمانی به خیابان میکشاندن، سفارت رو گرفتن، بیشتر مردم ایران رو در سوی خودشون داشتن. ببینید جناب مهری، این رو هم نیروهای مذهبی ایران از خودشون نساختن، این رو از چپ آسیایی و چپ جهان هستن آریت گرفتن. زمانی بود که دنیا به اردوی سوسیالیسم و امپریالیسم تقسیم شده بود، بیشتر چپ‌های ایران هم اصلا هویت خودشون رو با مبارزه با امپریالیسم و دفاع از سوسیالیسم توضیح می دادند. اون دوران گذشته، بسیاری از چپ‌های ایران امروز عاقل شدند، اروپایی شدند، به نوعی سوسیالیسم اروپایی باورمندند و از این رو درگیری با به اصطلاح امپریالیسم به اون مفهوم قدیم دیگه ندارند، حتی قائل به این مفهوم هم دیگه نیستند. زمان اون رسیده بود که در میان نیروهای مذهبی جامعه ما هم گروهایی پیدا بشند که آغاز این گسست رو به مردم نوید بدند و این شروع شده. بسیاری مخالف این هستند، نیروهای تندروی مذهبی، فرق نمی کنه چه شیعی و چه سنی در دنیای اسلام، همچنان بر این طبل رزم مبارزه با امپریالیسم میکوبند. ولی این حنا دیگه رنگ نداره، این تب دیگه صدا نداره، شاید پاره پاره شده بخشی از اون و این گسست آغاز شده. شاید بخشی از اون به دلیل وضعیت اقتصادی ایران باشه، بخشی از اون شکست پروژه جمهوری اسلامی است، بخشی از اون شکست پروژه ولایت فقیه هست، مشروعیت حکومت. یه سوال دارم و این است که فکر نمی کنید که این توافق ژنو 3 دستاورد اون چیزی باشه که رهبر به عنوان نرمش قهرمانانه، نمیدونم، به گفته برخی کرنش ذلیلانه یاد کرد؟ خب ببینید، اجازه بدید من این رو مقایسه کنم به مسابقه کشتیگیری که در یک بازی بر حریف داره چیره میشه، که پیشنهاد نمیکنه که حالا بذارید مسابقه رو متوقف کنیم، بیایم با هم یک بازی رو انجام بدیم که من شاید یه مقداری مثلا به شما امتیاز بدم. این هیچ ورزشکاری حاضر به چنین کاری نیست. ایران در این بازی کشتی نابرابری که با غرب آغاز کرده بود
و مردم ایران رو در مسیر جنگ قرار داده بود، در این بازی بازنده بود. یعنی جمهوری اسلامی به دلیل فشار اقتصادی، تحریم‌ها و از همه اونها مهمتر شکست پروژه جمهوری اسلامی به مفهوم عام کلمه، یعنی در واقع تجدید تعریف جامعه ایران از منظر یک هویت صرفاً اسلامی و ساختن جامعه ایران بر پایه چشم‌اندازی که در آغاز جمهوری اسلامی بشارت داده شده بود، نوید داده شده بود، شکست این و فشار اقتصادی سیاسی جهانی ایران رو به زانو در آورد و ایران از موضع ناتوانی وارد این مذاکرات شده، وارد این گفتگوها شده، نه از موضع قدرت. ممکنه ادعای تبلیغاتی حکومت این باشه که ولی آقای ظریف در یک برنامه تلویزیونی 2 ساعته پریشب گفتن که کشورهایی یعنی امریکا و اسرائیل هر دو تا دولت پوشالی هستند، دو کشور پوشالی هستند. یعنی اینکه قرارداد امضا کردن، این بغلش اومدن علیه قرارداد حرف زدن. یاد داستانی میاندازه آقای مهری که نمیدونم تا چند اندازه از نظر تاریخی درست باشه ولی میتونه درست هم باشه. میگویند که وقتی که در جنگ دوم ایران و روس نیروهای نظامی روسیه جبهه ایران رو شکست داده بودند و شهر به شهر پیش می آمدند رفتن پیش فتحعلی شاه و خبر دادند و او شمشیر از نیام کشیده بود که خودش به سوی جبهه جنگ راهی بشود، که همه درباریان به پاش افتادند و گفتند وای بر اوروس، شما رحم کنید به این روس‌ها، اوروس یعنی روس‌ها، و ایشون هم پذیرفته که از رحم کنه بر روس‌ها. خب این وای بر اوروس این شمشیر از نیام کشیدن فتحعلی شاه، حالا تا چه اندازه افسانه‌ای باشه، تا چه اندازه داستان باشه، بی‌شباهت به این نعره‌های دوباره مرگ بر آمریکا و ما در اینجا پیروز شدیم سران جمهوری اسلامی نیست. آقای ظریف هم چاره ای نداره، با اینکه من میدانم احتمالاً خود او هم چندان علاقه‌مند به این موضوع نیست، برای مصرف داخلی، برای اینکه نیروهای تندرو ایران به او نگویند که رفته و سازش کرده، همون جور که همه مردهای مذاکره کننده را در آغوش کشید ولی به خانم اشتون که رسید فقط تبسمی به ایشان کرد و به شیوه ژاپنی ها یک سری فرود آورد، برای اینکه مبادا در ایران بگویند که یک زن نامحرم رو باهاش نزدیک شده و غیره، این کارو نکرد، خودشو باز داشت از این کار. اینا برای مصرف داخلی است. به نظر من مذاکرات خیلی پیشتر آغاز شده بود، امروز روشن شده. از سه ماه پیش محرمانه مذاکرات شروع شده و باید هم به چرا فاش نکردن که چیزی مهمی نبوده؟ برای اینکه باید نشون بدند، ببینید، هم غربی ها هم ایران باید نشون بدن که واقعا یک کشاکشی درگیر. یعنی اگر همون هفته نخست فرانسه اون کار رو نکرده بود، آقای کری سفر باز هم نمی کرد، ایران شاخشونه نمی کشید، رهبر سخنرانی چنان قاطعی در برابر بیادبانه انجام نمی داد، به نظر می آمد که پشت صحنه مذاکراتی شده و سازش. این شاخشانه کشیدنها در سپهر دیپلماسی بخشی از بازی دیپلماسی است. باید مردم بپذیرند که این مذاکرات جدی است و هنگامی که فرانسه این مواضع رو گرفت، من همونجا به دوستان گفتم اینها پایان خواهد یافت. اسرائیل طبیعی است که مخالفتی که انجام میدهد بسیار جدی است، یعنی سیاست دولت آقای نتانیاهو و دولت عربستان و جناحایی در خود آمریکا و فرانسه و اروپا با این مذاکرات مخالف بودند. هم اکنون هم در رسانه‌های غربی صحبت از مونیخ می‌شود. آقای اوباما و کری رو، به ویژه آقای کری رو، با چمبرلن مقایسه می‌کنند و می‌گویند که این پیمان مونیخه. در تاریخ خواندیم که چمبرلن فریب هیتلر رو خورد و رفت و پایه‌های جنگ دوم. یکی از بررسی کنندگان سیاسی تلویزیونی امروز صبح گوش می‌کردم، نکته خیلی جالبی رو با تبسم گفت. گفتش که به همون اندازه میتوان کری رو با چمبرلین مقایسه کرد که ایران ورشکسته رو با هیتلر و قدرت نظامی نازی‌ها که یکی از نیروهای بسیار توانای اروپا اون زمان بودن مقایسه کرد.
کشوری که از نظر اقتصادی و نظامی چیره شد بر اروپا و در مرزهای استالینگراد 6 ساله خودش کشید اونجا. ایران چنین کشوری نیست، ایران کشور فاشیستی نیست، ایران یک کشور پر از گرفتاری است. جناح بندی های گوناگون و حکومتی به جان هم افتادند. اصلا پروژه، اشاره کردم، پروژه ساختن ایران بر پایه چشمانداز جمهوری اسلامی با بن‌بست روبرو شده در همه زمینا، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. رهبران رژیم هم دریافتن، دریافتن که پذیرفتن که وارد چنین مذاکره بشن. ببینید، این رو من بارها در گفتگوهای با شما اشاره کردم، نخبگان ایران صدها سال است که فرصت سوز هستند، فرصت های تاریخی رو از دست میدند. اگر دولت فتحعلی شاه به اندرزهای بزرگان پیرامونش، اونهایی که بهتر میفهمیدند، از جمله نایب السلطنه گوش فرا داده بود، اگر درخواست سفیر روسیه رو که برای صلح به ایران آمده بود به دلیلی که با فرانسه و انگلستان درگیری هایی داشتند، گرفتاری داشتند، اون رو پذیرفته بود، جنگ دوم ایران و روس آغاز نمی شد. اگر دولت ایران در دوران جنگ با عراق پیشنهاد صلحی رو که از جمله عربستان به ایران کرده بود با دادن تاوان بسیار زیاد اون زمان پذیرفته بود، با چنان خاری در پایان جام شکران سر نمی کشید. ایران می توانست در دوران آقای خاتمی، این عوام جام شکران رو سر کشیده منتظر ذره ذره. بله، این که کسی نفهمه. بله، این از اون سمایی است که به تدریج اثر خواهد کرد. ایران می توانست 8 سال پیش در دوران آقای خاتمی تن به چنین مذاکراتی بده، ولی یه فقیه نگذاشت. جناهای تندرو نه تنها نگذاشتند، از صندوق انتخابات دوبار آقای احمدی نژاد رو بیرون کشیدند و آقای احمدی نژاد فاجعه 8 ساله برای ایران آفرید. ایران رو در جهان منزوی تر از گذشته کرد، خار و خفیف، و وضعیت اقتصادی ایران رو به فلاکت کشوند. درآمد نفت ایران رو از 100 میلیارد دلار در سال به نزدیک به 45 میلیارد دلار در سال رسید. در دادگاه حاضر نشد. و این نخبگان ایران، این بار هم رهبران ایران، این بار هم مانند گذشته فرصت سوزی کردند، زندگی سوزی در واقع. ولی با این همه باید گفت که همین گامی که برداشته شد به سود جامعه است، حتی به سود دموکراسی در ایرانه. من چون بر این باور هستم که ایران باز خواهد شد، یعنی به طور اجباری فضا باز خواهد شد، سپهر سیاسی ایران در یکی دو سال آینده باز خواهد شد. اونهایی که گمان می کنند، و همین روز شما در این روزی که این برنامه پخش می شود، فکر کنم ششم آذر باشیم، امروز دقیقا خاطرم نیست، 26 نوامبر هستیم، این رو به یه خاطر بسپرید. همون جور که در مصاحبه رادیویی با شما دو سه هفته بعد از پس از آغاز جنبش سبز، موقعی که همه میگفتند در این دو سه ماه آینده تموم خواهد شد، گفتم بین 4-5 تا 10 سال به درازا خواهد انجامید، نوارش هست. امروز هم به شما این رو میگم، بنویسید جامعه ایران به سوی باز شدن خواهد رفت. سال آینده سال سرنوشت ساز سیاسی در ایران خواهد بود. این مذاکرات سپهر سیاست ایران داخلی ایران رو هم گشایش خواهد داد، به سود نیروهای هوادار تغییر اوضاع دگرگون خواهد شد. و از این منظر باید گفت ما وارد دورانی شدیم که به سود دموکراسی و به سود نیروهای مخالف جنگ در ایران هست، و نیروهای جنگ طلب و به ویژه نیروهای پیرامون ولی فقیه رو به انزوا خواهد کشوند در این ماها و سالهای آینده، و امیدوارم که به سالها نکشه، ولی بر روی ما وارد این مسیر شدیم در ایران. آقای امینی، در ارتباط با این موافقت نامه باز هم سوال دارم، و اون این است که به اصطلاح بیان طرفین با هم دیگه فرق میکنن درباره توافق. با اینکه توافق به زبان انگلیسی، فرانسه، فارسی و زبانهای دیگه چاپ و منتشر شده، ولی هر کدومشون به یک زبان، مثلا در ایران گفتن که غنی‌سازی 20% سر جاش باقیه، هیچ چیز تغییر نکرده. وزیر خارجه
آمریکا چیز دیگه میگه. این داستان چیه اینقدر؟ راهی جز این که دروغ به مردم بگن ندارن. ببینید هنگامی که چند سال پیش پیشنهاد مشترک فرانسه و شوروی روسیه در برابر ایران قرار گرفت که شرایطش بسیار بهتر از این پیمانی بود که در ژنو بهش رسیدند، ایران این رو نپذیرفت، پافشاری کرد بر غنی‌سازی 20% و چیزهای دیگری که میخواست. امروز پذیرفته که در 6 ماه آینده اون بخشی از اورانیوم رو که 20% شده به 5% کاهش بده. این رو البته اگر به مردم بگویند نشانه کرنشی است که خیلی غیر قهرمانانه است. این سازش قهرمانانه است، ذلیلانه است، پذیرفتن همه شرایط رو. این برخلاف حرفایی که آقای نتانیاهو میزنند، این پیمان بر پایه شرایط غرب بسته شده نه شرایط ایران. یعنی ایران تن در داده به بیشتر شرایط غرب. جاهایی هم طبیعی است که امتیازهایی گرفته، به طور محدود بخشی از پول ایران آزاد خواهد شد، به طور محدود برخی از تحریم ها کاهش پیدا خواهد کرد، ولی هم اکنون هم در کنگره آمریکا مجلس نمایندگان که تصویب کرده، امیدوارم در سنای آمریکا مورد گفتگو قرار نگیره، چون نقض پیمان خواهد بود و دولت ایران رو بهانه‌ای خواهد داد به ایران که ایران هم بتواند نقض پیمان کنه، چون بخشی از پیمان این است که تهدید تحریم‌های جدیدی بر ایران اعمال نخواهد شد. من فکر کنم همه چی بستگی به آرایش سیاسی نیروها در ایران خواهد داشت. تا چند اندازه دست آقای روحانی و نیروهای هوادار این پیمان در ایران باز بشود و تا چند اندازه آقای خامنه‌ای دریابند که دوران مش بر سینه کوبیدن و مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری و کفر و همه این چیزها رو عنوان مسئله اصلی جامعه ایران مطرح کردن گذشته. دولت، من در شگفت هستم از این سیاستی که این حکومت در ایران داشته. مسئولیت دولت در یک جامعه دو چیز بیشتر نیست: کوشش برای رفاه جامعه، یعنی کمک به اینکه جامعه رشد پیدا کنه. خامنه‌ای گفته بود ما برای خربزه هندونه نیومدیم. اصلا مسئولیت دولت اینه. دولت که مسئولیتش کوبیدن بر تبل جنگ نیست. دولت باید برای توسعه اجتماعی، رفاه جامعه بکوشه، مصالح رو برای اینکه جامعه جلو بره فراهم کنه و امنیت کشور رو حفظ کنه، چه امنیت داخلی چه مرزهای کشور. این مسئولیت یک دولت. ایران از روز آغاز جمهوری اسلامی تبلیغ ایدئولوژیک و بازسازی ایران بر مبنای یک چشمانداز دینی رو دستمایه به بهای ویران کردن ایران دستمایه خودش قرار داده و این پروژه شکست خورد. و این سخنانی که امروز در شاید تبلیغات حتی کسانی مانند آقای ظریف یا روحانی گفته بشه، برای این هست که اونها رو از گزند اتهام سازش بر کنار نگه داره. به هر روی پیمان روشن است، ولی در مجلس زبانهای تندی هستن که میتونن جلوی اینا در بیان. به نظر من کار از اینها گذشته آقای مهری. یعنی اگر نمیخواستند این سازش رو بپذیرند تن به این مذاکرات در ژنو نمیدادند. کار از اینها گذشته. آقای روحانی اصلا با این برنامه آمده رئیس جمهور شده، خامنه‌ای همین رو پذیرفته. من فکر میکنم روحانی و ظریف بدون پشتیبانی خامنه‌ای دست به چنین مذاکراتی در زم شنید. این که وقتی ظریف وارد ایران شده یه در فرستادن به استقبالش و اونا فریاد میزدن اسمش اگر ظریفه 6 نفر رو حریفه. اینا هم دیگه تبلیغاته. بعضی جا هم گفتن که این پیروزی ایران بوده، مانند پیروزی دکتر مصدق در لاهه. خب مصدق رفت اونجا در برابر دولت بریتانیا تمام درخواستای ایران رو به دست آورد، در حالی که اینجا ایران کرنش کرده و رفته در ژنو پس از سالها مقاومت شرایط غرب رو پذیرفته. این دو اصلا همسنگ نیستند و آقای ظریف و آقای روحانی هم کابینه دکتر مصدق به شمار نمیان. ولی در مجموع
من اظهار نظرهایی رو که شنیدم حاکی از این بود که ایران بسیاری از مواضع خودش رو تغییر داده. بله، یعنی همون گونه که شما فرمودین نمیتونستن جز این کاری بکنن، مواضعشون در ارتباط با پرونده هسته‌ای تغییر دادن دیگه. کاملا. ببینید ایران در این زمینه روسیه و چین رو هم از دست داد، یعنی اگر روسیه و چین رو با خودش میداشت هنوز میتوانست مقاومت بکنه. همونجور که سوریه سر مسئله سلاح‌های شیمیایی روسیه را دست داد و با از دست دادن روسیه برای نخستین بار اقرار کرد که سلاح شیمیایی داره و حاضر اونها را از بین ببره، ایران هم با از دست دادن پشتیبانی روسیه و چین پذیرفت. از دست داده؟ از دست داد پشتیبانیشون در این زمینه. ببینید من باور دارم که چین و روسیه هم خواهان ایران هسته‌ای نیستند. ایران اتمی، ایران شاید نیروگاه هسته‌ای. چرا؟ ایران منافع بزرگی دارن با غرب. از این هم فراتر بریم آقای مهری، روسیه امروز فروشنده گاز و نفت در دنیاست، چین بزرگترین مشتری نفت و گاز خاورمیانه است. جنگ در خاورمیانه، جنگ با ایران و کاهش تولید نفت و گاز در خاورمیانه اقتصاد چین رو بیش از هر چیزی به خطر میاندازه. بنابراین اونها هم طالب کاهش تشنج هستند، خواهان از دست دادن ایران به عنوان یک همکار و متحد نیستند یا مشتری حتی، ولی خواهان کاهش تشنج هستند و این ایران رو به پای میز گفتگو کشانده و ایران رو وادار کرده که شرایط رو بپذیره. راهی هم جز این ندارند. من فکر کنم ما وارد دوران بسیار مهمی در زندگی جمهوری اسلامی شدیم، شاید این سومین دوره بسیار مهم در زندگی جمهوری اسلامی باشه. دور نخست پایان جنگ ایران عراق بود که مشروعیت شخص آقای خمینی رو زیر سوال برد، یعنی آقای خمینی مجبور شد جام شوکران رو سر بکشه. دوم دوره اصلاحات بود، دوره آقای خاتمی و مطرح شدن پدیده‌ای به نام اصلاحات بود که دو جبهه بندی. جنبش سبز چی؟ جنبش سبز این ادامه اون کاره. به نظر من ما از دوران جنبش سبز وارد دوره‌ای شدیم که دوره پایان جمهوری اسلامی است، یعنی از نقطه نظر داخلی جمهوری اسلامی رو به انزوا در میان مردم هست که جنبش سبز نشانه آن بود و اینک در سیاست خارجی تن به کرنشی داده که یک گسست تاریخی از سیاست تاریخی آیت الله خمینی و نیروهای تندروی مذهبی در مبارزه دائم با غرب هست. یعنی به پایان رسید این دوره. به این معنی نیست که همه این رو در ایران خواهند پذیرفت، همچنان نیروهایی در ایران برای بازگشت به اون دوره کوشش خواهند کرد، ولی همونجور که دوران خروشچف آغاز یک دوره دتانت با غرب بود، با اینکه نیروهای جنگ افروز داخل شوروی خواهان بازگشت به دوران استالین بودند، این دوره هم بازگشت، یعنی گسست از دورانی است که به باز شدن جامعه ایران خواهد انجامید. این نوع گسست ها هنگامی که در سپهر سیاست خارجی خودش رو نشان میدهد به داخل هم کشیده میشه، باستاب داخلی هم پیدا میکنه. دست کم پیامی که برای مردم، برای تولید کنندگان، برای نیروهای نخبه جامعه، برای اونهایی که مخالف حکومت هستند به دنبال داره در این هست که ایران وارد دوره تازه شده و این جامعه رو گستاخ میکنه، مخالفان رو گستاخ میکنه. من گمان میکنم که ما در ماهای آینده شاهد دگرگونی های سیاسی هم در ایران خواهیم بود، درونی، حالا شاید نه بسیار کلان ولی اینجا و اونجا نشانه های از اون رو خواهیم دید. آقای امینی، این که آقای حسن روحانی قبول کرده و اجرا کرده واقعا که بیاد هر چند گاه گزارش عمل کرده خودشو بده، به خصوص عمل کرده 100 روزه اخیر رو، این خودش یکی از اون تنفسگاه ها نیست؟ ببینید یه گسستی است از اون سیاست ناگزیری، خلاصه کاملا در اینا گسستی است از اون سیاست بسیار خود بزرگ بینانه آقای احمدی نژاد که گمان میکرد که بر خر مراد سوار است و هر کاری بخواد میکنه و به هیچ کس هم نباید گزارشی بده. این حکومت به هر حال ناتوان شده است پس از 8 سال حکومت آقای احمدی نژاد. ببین چی گفته روحانی؟ بفرمایید. روحانی گفته که دولت نهم و دهم پولدارترین دولت ایران بوده،
بله. و در طول 8 سال 600 میلیارد دلار تنها درآمد نفتی داشته که اینا رو میدونستیم. بله. و در مجموع 750 میلیارد درآمد داشت. کجاست این پولا معلوم نیست. از دست دادن تمام. بله. اینها رو هزینه کردن برای کارهایی که فقط برای که در قدرت بمانند. و او تأکید کرد که دولت اقتصاد را در حالی تحویل گرفت که اقتصاد دچار رکود تورمی بود و گفت که کشور بیش از این برای نمونه در دوره جنگ دچار رکود بوده پیش از این، اما همزمان تورم بالا نبوده. و حال در یه جایی هم میگه یکی از استانها فقط برای 3 روز گندم داره. بله. وضع بسیار بدی است در ایران. این تحریم ها آثار خودش رو گذاشته، افسون بر تحریم ها ندانم کاری اقتصادی و سیاسی آقای احمدی نژاد. این به این معنا نیست که آقای روحانی در این زمینه موفق خواهد بود. من چندان امیدی به پیروزی سیاست های آقای روحانی در این زمینه ندارم، ولی کاهش تحریم ها یک گشایشی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد و گشایشی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. تأثیر روانیش مثل که بیشتر بوده روانی تأثیر و اصلیش. اقتصادی هم تأثیر خواهد داشت. ببینید آقای مهری، بعضی ها بر این باورند که هرچه بدتر بهتر و هرچه وضع مردم بدتر بشود اونها رو به اسیان و به عکس، به نظر من کاملا به عکس، کاملا به عکس. شما نگاه کنید، یعنی مردمی به میدان میان که از به حال پشتوانه مالی و روحی برخوردار باشن. نمیشه از پیش گفت چگونه تحولات در یه جامعه خواهد بود، ولی هرچه بدتر بهتر شعار لنینیست، مال دورانیست که میگفتن موقعی در جامعه تحول صورت میگیری که پایینی ها نخواهند و بالایی ها نتوانند. اینها در دوران نو کاملا دو زمانش به سر رسیده و ما در همین انقلاب 57 شاهد هستیم. دوران رشد اقتصادی ایران بود، درآمد نفت ایران 4 برابر شده بود از سال 52، طبقه متوسط رشد کرده بود. اتفاقا رشد طبقه متوسط خیلی از اونها رو به درخواستای سیاسی کشون در آغاز کار، قبل از اینکه پیش از اینکه اصلا سرکله آیت الله خمینی پیدا بشه، درخواستای اصلاح رفرم از سوی طبقه متوسط ایران، طبقه میانه ایران مطرح شد. من در نتیجه به اوضاع آینده ایران در 1-2 سال آینده بسیار امیدوار هستم و فکر میکنم ما وارد دوران چالش‌های گسترده‌تر مدنی در ایران خواهیم شد و همونجور که بارها در برنامه‌های دیگه هم گفتم، امیدوارم که این بنای خودکامگی آجر به آجر و نه با بولدوزر ایران بشه. خب آقای امینی، درباره توافق اگر مطلب دیگری داریم بفرمایید که من میخوام مطالب دیگر رو بفرمایید. خب گفتید چند نامه رسیده است. بله، اولا چیزی بدیم ببینم چند تاست. دو تاشو میخونم آقای امینی. یکیش دارای چند امضاست، 1, 2, 3, 4, 5 امضاست از یکی از دانشگاه ها در ایران. بله. اسمشو نمیارم. نوشتن جناب آقای موری و جناب آقای امینی، برنامه‌ای که اجرا میکنید فوق‌العاده است، طرفداران بسیار زیادی دارید، بسیار میآموزیم. بدون شک این رنسانس عظیم فکری که در نسل جوان ایران پدید آمده و باعث به وجود آمدن آگاه‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران نسبت به پیشینه و هویت خود گشته است، وامدار انسان‌های شریفی چون شماست. باید بدانید که تحولات فرهنگی و بازگشت به هویت ملی ایرانی بر پایه خردگرایی رشدی چشمگیر در ایران پیدا کرده و به قولی ایران ما همچون جسد مرده‌ای در زیر خاکستر هزارها بوده که با آمدن ملایان سر و گردن آن بیدار شده و مانده که بدن آن نیز از زیر خاکستر برخیزد. با سپاس فراوان از زحماتی که میکشید. اسما رو نخونم. نخیر. ببینید این نکته‌ای که این دوستان در این نامه آوردند، یعنی آنچه که من هم در 1-2 برنامه با شما گفتگو داشتم، ما در ایران دوران پیش از انقلاب مشروطه عصر روشنگری نداشتیم. رنسانسی که در ایران در اون دوران آغاز شده بود بسیار بسیار
محدود بود، در میان گروه کوچکی نخبگان ایرانی بود، شمار باسوادان ایران بسیار اندک بود. شما رو اصلا دانشگاهی که ما نداشتیم، اصلا دانشگاهی در اون دوران وجود نداشت، عده‌ای رفته بودن خارج درس خونده بودن. ما اندکی انگوش شمار آدم‌هایی داشتیم که با دانش‌های تازه آشنا شده بودن و می‌خواستن یه پنجره‌ای در این جامعه بسیار پر از بدبختی ایران به سوی خوشبختی و به سوی غرب، به سوی پیشرفت بگشایند و گشودن. انقلاب مشروطه. ولی ما عصر روشنگری نداشتیم. عصر روشنگری ایران امروز آغاز شد در میان نسل جوان. این نامه از تعریف ها بگذاریم، اونجا رو ول کنید. من فکر نمی کنم که کار چندانی، حالا شما حتما کردی ولی بنده کرده باشم، ما حرفای رو تنیه فراتنانه نکنید، واقعیه. بگذاریم از این بخش که بگذاریم، هر کدوم از ما باید به توانایی خود و به سهم خود کاری رو انجام بدیم برای این جامعه. آنچه که داره در ایران انجام می شود، نکته‌ای که در این نامه هست به درستی دست برش می‌گذاره، خودآگاهی است. نیاز مردم برای اینکه بدانند کی هستند، خودباوری است. زیر پرسش بردن ارزش هاست، جستجوی هویت ایرانی است، جستجوی هویت محلی است، جستجوی هویت شهری است، جستجوی هویت فردی است در میان ایرانیان. زن ایرانی امروز زن ایرانی 35 سال پیش و 40 سال پیش نیست. شاید برخی از حقوق به زنان ایران در دوران رژیم گذشته داده شد، اما این خودآگاهی که زن ایرانی امروز به دست آورده در زیر حجاب، در زیر فشار چادر و حجاب، این خودآگاهی که زن ایرانی به دست آورده و آگاه شده که کیست، صدها هزار کتاب نمیتوانست انجام بده. این نسل جوان ایران، به ویژه اونهایی که حالا دانشگاهاش دانشگاه‌های ضعیفی باشه مهم نیست، درس دانشگاهی خواندند، آگاه شدن به مسائل، از راه اینترنت با گذشته خودشون پیوند پیدا کردند و با جهان انبوهی از کتاب که امروز دست به دست میشه، شور و شوقی که من در این سفرها میبینم در بین جوانان ایرانی که به تازگی از ایران آمدن و یا در اینجا بزرگ شدن، آمد و رفت میکنند، میبینم استقبالی که از همین برنامه ها میشه، شیفته تاریخ هستن، نه به دلیل اینکه میخوان بنشینند و داستان تاریخی بخوانند، میخوان بتونن که چی هستن، چرا به اینجا رسیدن، این گذشته چه بوده، به چه چیز باید بالید، از چه چیز باید گریزان بود، کدام ارزش رو باید به آیندگان رساند و کدام ارزش ها رو باید برای همیشه به گور سپرد. این خودآگاهی که در میان جوانان ایران پدید آمده، به نظر من از هر سرمایه‌ای در ایران گرانبهاتره. میلیاردها دلار درآمد نفت به پای این ارزش نمیرسه. یعنی ایران آماده جهش بزرگ، جهش شتابان به دنیای جدید هست. اگر ما بتوانیم بقرنج سیاسی ایران رو تا حدودی حل کنیم و راهکارهایی رو برای این جهش بیابیم، با توجه به ذخیره زیرزمینی که ما داریم و این نیروی جوانه، ذخایر فکری، این نیروی جوانی که در برابر ماست و همچنین چند میلیون ایرانی در خارج از کشور که با تمدن‌های دیگر، با ارزش‌های دیگر آشنا شدن و این ارزش‌ها رو می‌توانند به ایرانیان بنمایانند، ما با یک جامعه روبرو خواهیم شد که در کوتاه زمانی، شاید این گفته میشل فوکو رو که ایران مهمترین کشور جهان است به کرسی بنشانه و ایران رو بسیار توانا کنه. من جدا فکر می‌کنم خیلی ناسیونالیست شدین. این ناسیونالیسم نیست، خوشبینی نیست. من اصلا ناسیونالیست نیستم. من اصلا باور ندارم هنر نزد ایرانیان است و بس. فکر می‌کنم بیشتر چیزها رو ما از دیگران می‌آموزیم. من باور ندارم که ایران برترین کشور و مردم ایران بهترین، اصلا این چیزها رو بهش باور ندارم. ولی باور دارم که برای نخستین بار در تاریخ ایران ما با مصالح جهش به جلو، دستیابی به ایران بسیار پیشرفته روبرو هستیم که دست کم میتواند ایران رو در کنار کشورهای اروپایی قرار بده، همسنگ اونها بکنه. ما این مصالح رو داریم. این مصالح در ایران امروز به مراتب فراهمتر از ترکیه است، از دیگر کشورهای مشابه است. از این منظر باید با آینده ایران بسیار خوشبین بود و این نامه گواه این هست که نسل جوان ایران با خودآگاهی و با باور به خود، این از همه مهمتره، با باور به خود به آینده میاندیشه، به دنبال کینه و انتقام و
مدفون کردن انسان ها نیست، به دنبال به خاک سپردن اندیشه های کهنه است و نه انسان های کهنه اندیش، چون دوتا با هم فرق میکنه. دوران درازی در این تاریخ ما دنبال به گور سپردن این گروه آن گروه بودیم، هر سلسله‌ای که می آمد سلسله دیگر رو به گور می سپارد، هر پادشاهی که می آمد خاندان پادشاه دیگر رو تباه می کرد، این حکومت آمد و خاندانهای بسیاری رو تباه کرد. جامعه امروز به دنبال تباهی نیست، به دنبال سازندگی است، به دنبال انتقام نیست، به دنبال این است که چگونه می تواند اندیشه ها رو به گور بسپاره، ارزش های به درد نخور رو به کنار بگذاره و با ارزش های تازه، ارزش های نیک تاریخی خودمون رو بعضی هاش رو زنده کنه. این نامه از این لحاظ بسیار بسیار واقعا شادمانانه، برای من شادی انگیز است چنین نامه هایی من هم دریافت میکنم و خب خواندن اونها در این برنامه شاید همین که شما یکی رو خوندید بسیار یه نامه دیگه هم بخونم. حالا این دفعه انتقاد، این نامه انتقادیه. خب خوبه. نوشتن آقای مهری، ضمن درود و آرزوی سلامت برای شما، از آنجا که شما برنامه مشترکی با آقای امینی دارید، خواهش دارم تا در صورت امکان به مطلبی که عرض می شود توجه فرموده با جناب امینی مطلب فرمید. من برای آقای امینی احترام بسیار قائلم و می دانم که آقای امینی در اکثر تحلیل هایشان صداقت را رعایت می کنند، اما از آنجا که نسبت به مرحوم دکتر مصدق تعصب بسیار دارند، اگرچه خودشان این مطلب را تکذیب می‌کنند، ولی بیش از 700 صفحه کتاب درباره مصدق می‌نویسند، حتی یک بار هم در رابطه با اشتباهات مصدق سخنی نمی‌گویند و حتی به سوالاتی که مستقیم و غیر مستقیم از ایشان کرده ام من پاسخی نمی‌دهند. برای مثال من دو نمونه سوال رو مطرح می کنم و امیدوارم حداقل به شما پاسخ مستدل ارائه بفرمایند. آیا دکتر مصدق قانون مدار اگر در نبود مجلس به فرمان عزل قانونی خود احترام می گذاشت قائلی به نام کودتا یا قیام ملی 28 مرداد به وجود می آمد؟ آیا این قانونی است و سابقه داشته است که به هر دلیل اختیارات قوه مقننه در اختیار قوه اجراییه گذارده شود، در حالی که خود مصدق بارها گفته بود که یک مجلس بد بودنش بهتر از نبودنش است؟ و آیا رفراندومی که در این رابطه انجام شد قانونی بود؟ و ده ها سوال دیگر با تشکر. اسمشون بخونم؟ نه، بهتره که نخونی کن. ببینید آقای مهری، نخست این که اون 700 برگی رو که بهش اشاره کردن، 700 صفحه خوب نخوندن، کتاب صداگری با تاریخ است. این همیهن گرامی باید بدانند که این کتاب در پاسخ به 400-500 صفحه ناسزا و مصدق که نویسنده اون رو در تلویزیون ها برجسته می کردن، در رسانه ها بزرگ می کردن، در این ور اون ور می گفتن دانشمند بسیار برجسته ایست، دکتر بهش دادن، دکترا دادن، دکترا دادن و ازش ستایش می کردن، در پاسخ به اون نوشته شده. بنابراین ارزیابی از دوران مصدق نیست. من در جلد دوم کتاب که فکر می کنم در ژانویه سال آینده منتشر بشود، به بررسی کارنامه قانونی مصدق، حقوقی مصدق و قانونگذاری هایی که در دوران مصدق شده، یعنی اون لوایحی که مصدق تصویب کرده چون مجلس این اختیارات رو بهش داده، به اینها خواهم پرداخت و جنبه های نیک و بدمون رو مورد بررسی قرار خواهم داد. اما در همون جلد نخستم در جاهای انتقاد کردم از جبهه ملی و حتی یکی دو جا از خود زندیات مصدق. اما چرا به مصدق این بهار میدم؟ به دلیل اینکه ما در تاریخ 120 سال گذشتمون نقطه های درخشان خیلی کم داریم، نقطه هایی که گواهی از دلبستگی نخبگان ایرانی به قانون و به دموکراسی باشه خیلی اندک داریم. انگوش شمار هستند بزرگان ایران از آستانه مشروطه تا امروز که به راستی وفادار به قانون و حقوق مردم باشند. مصدق با هر
نقدی که شما میتوانید به او بکنید، وفادار به قانون اساساً و پایبند به حقوق مردم بود. ما نداریم آدمای زیادی در این زمینه. شاید در جاهایی کسانی مانند مثلا مشیر الدوله پیرنیا در زمانهایی در ساختن عدلیه، در گذراندن قوانین چنین رفتاری رو از خودش نشون داده، شاید فروغی در جاهایی چنین رفتاری رو از خودش نشون داده، ولی روی هم رفته باید گفت نخبگان ایرانی بی وفا به قانون، زیر پا گذرانده قانون، بیشتر فاسد و ناپایبند به حقوق و دموکراسی آمده در قانون اساسی مشروطه بودند. این بهایی است که من به مصدق میدم. در این حال دوران مصدق گواه دوران ملی شدن صنعت نفت، یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران پس از انقلاب مشروطه است. اما یک سویه هم درباره مصدق من داوری نمی کنم. این رو اما به دوست گرامی همیهن گرامی یک تذکرم میدم. ما دو موضوع رو بعد از هم جدا کنیم. بحث کودتای 28 مرداد یا دخالت دولت‌های خارجی در برانداختن دولت مصدق و اینکه آیا محمد رضا شاه با اونها همکاری کرده یا نکرده، بحث حقوق مدنی نیست. نقد به مصدق بحث مدنی است. یعنی شما می توانید در گفتمان مدنی جامعه ایران به مصدق نقد کنید، به این یا اون سیاستمدار نقد کنید، یک بحث درونی جامعه است. دخالت نظامی دولت‌های خارجی در برانداختن یک دولت قانونی بحث حقوق مدنی نیست. این دوتا رو نمیشه در یک کاسه قرار داد، هم سنگ کرد و گفت نمیدانم این قائل کودتاست یا قیام ملی، وسط نداره این بحث. یا درست هستش که در این کار دخالت کردن، که امروز اسناد زیادی در این زمینه هست، واردش نمیشم. اما دو نکته نادرست در سخن ایشان هست. نخست این که ایشان اشاره میکنند که گویا فرمان برکناری مصدق فرمان قانونی بوده. من در کتاب نشون دادم که چنین نیست. دوم این که توجه ندارن به این که من در این کتاب اشاره کردم که به نظر من رفراندوم یک پروژه نادرست بود. البته اینکه قانونی بود یا قانون نبود همیشه هم گفتی؟ بله، این همیشه گفتم. برخی از گام هایی که یک دولت برمیداره ممکنه در قانون پیشینه نداشته باشه، ولی میتواند قانونی بشود چون یک بدعتی رو ایجاد میکنه. به نظر من از نقطه نظر ارزشی کار رفراندوم نادرست بود، به ویژه نوعی که رفراندوم برگزار شد که دو چادر گذاشته بودن برای رای گیری. بنابراین اینا رو من گفتم. بنده دنیا نایمده بودم قربان. من دیدم. شما بودید. بنابراین درست است این ایراد همیهن گرامی که من انتقاد این از چادرها درست جلوی مجلس شورای ملی برپا بود. چادر مخالفان، آرای مخالف. من مدتی اونجا ایستادم، یک نفرم نیومد. ببینید وقتی شما علنی از مردم میخواید، یه اولاغ آوردن که رای بده. نادرست بوده. کار کاملا نادرستی بوده. ایراد هست. یه دوران بسیار پربحرانی در جامعه است و باید بررسی بشه و من هم از این منظر مورد بررسی قرار دادم. و فراموش نکنید که مردی که حیثیت ملی شدن صنعت نفت به نامش نوشته شده، نه در دوران محمد رضا شاه و نه در دوران جمهوری اسلامی کوچه هم به اسمش نیست. خیلی مهمه. ما الان چند سال از اون دوران گذشتیم؟ 60 ساله. یه چند روزی خیابان پهلوی رو به نام مصدق. چند روزی که هنوز خبر نرسیده بوده به قوم احتمالاً. 60 سال گذشته از 28 مرداد. 63 سال از ملی شدن صنعت نفت گذشته. آیا مردی که به هر روی چنین جایگاهی رو در جامعه داشته، در این دو رژیم دست کم یک میدان، یک خیابان، یک ساختمان نباید به نامش باشه؟ آقای امینی، حالا من یه موضوع دیگرم مطرح میکنم ولی دلیلش رو نمیدونم. میدونین اسم ناپلئونم بر هیچ خیابان و کوچه در هیچ جا نیست. فقط در پاریس یک کوچه داریم به نام بناپارت. بله. اون دلیل دیگه ای داره البته. بله میگم. بله. هیچ ارتباطی با این جفایی که به مصدق رفته اصلا نداره. دوستانی از ایران با من تماس گرفتن، میگن در احمد آباد اینقدر دیوارها خراب شده که حتی گوسفندها برای چرا میان و وارد
جایی میشن که مصدق باید اینجا مزار ملی باشه در واقع. آقای امینی عزیز، میخواستم ماجرای گفتگوی شما رو در پاریس پیرامون هویت ایرانی، کتابی که یکی از هم‌میهنانمون به نام مناف ساده نوشتن، بله، و شما در اونجا سخنرانی کردین، ایشون هم سخنرانی کردن، بله، در نقد کتابشون، بله، ولی متاسفانه هفته آینده شاید با این شروع کنیم. بله، حتما. خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه و با